به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، رئیس جمهور، هیئت دولت، سه طویله، خبرگان، شورا، تشخیص و سه قوه، قضات، نه همشون با هم دیگه در حکومت دینی یک کاری میکنن، دزدی. ولی نه اینکه برن جیب بزنن، اینا با اجازه الله دزدی اسلامی میکنند. نوع دزدی اینا مجازات نداره، چون الله اجازه داده، جایزم بهشون میده، بابت این دزدی میبره بهش، براشون خانم میاره. هرچی آخوند کفن کنم اگه دروغ بگم. در کشوری که اولین حکومت الله در اون جا گرفته، عدل علی، حکومت محمدی، هرچی دلشون میخواد میگن. چرا؟ برای اینکه پایه این کار بر اسلامه. برای اینکه اسلام بمونه، کدوم اسلام؟ اسلام زیاده، اسلام نیاب محمدی. برای نگه داشتن اسلام نیاب محمدی اینها از صبح تا شب فعالیت میکنن. اگه یه تار مویه یه زنی از زیر چارقتش بیاد، فاتحه اسلام خونده شده، درست مثل نمازشون، ستون دینه. ولی با یه باد این ستون خراب میشه. کی جرأت داره به دزدا اینا رو بگه؟ خود دزدا به کنار، پیروانشون، پیروان نادانشون، کسانی که یک مشت خرافه توی مغز اینا کردند و اینا میگن اسلام همینه، الله اون بالا نشسته، الان مواظب منه. اما خب یواشکی ددرم میره اونجا، میگه الله خودش گفته برو، چون اسلام برای هر کاری یه راهی درست کرده که تو بتونی راه خلافشو بری. ربا نمیتونی بگیری، اسمشو میذاری، کارمزد میتونی بگیری، به زن مردم نمیتونی تجاوز کنی، بگو شوهرش منافقه یا شوهرش کافره یا شوهرش مشرکه، اونو بکش، بعد به زنش میتونی تجاوز کنی. اسلام گفته دروغ نگو، اما اگر اینجوری 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 شد بگو. اسلام گفته آتش آدم نکش، اما اگر این بود و این بود و این بود بکش. اسلام گفته دزدی نکن، اما اسم یارو رو بذار محارب با خدا، مالشو بدزد، بگو مشرک، مالشو بدوست. اسلام برای هر کاری یه راهی پیدا کرده. برای اینه که الان یه فاحشه‌خونه بغل حرم مطهر حضرت امام رضا درست کردند، آگهی هم میکنن. اسمش اینه که خانمایی که میخوان صیغه برن بیان اینجا، آقایونی هم که میخوان با خانما کاری بکنن به اسم صیغه میوه هرچی، بیان اینجا پولیشو بدن، ما میدیم به امام رضا. پس بنابراین پایه این اسلام باید محکم بشه و الله تو طبقه هفتم باشه، هر روز با علی شیره‌ای صحبت بکنه.
یه الله دیگه هم هست 7 طبقه زیر زمین. اون الله اسمش امام زمانه، اونو هیچ کسی ندیده، هیچ حلال زاده ای ندیده، فقط آخوندا میبیننش. اون الله سهم داره، یعنی هرچی تو در بیاری 5% 20%ش، 1/5 باید بدی به اون الله زیر زمینیه. خب اون که نیستش، حالا نمایندهش آخوندا هستن، بده آخوندا بخورن. من میگی دروغ میگم؟ تو ببین هر روز صبح آخونده یه کاغذ دستشه، میگه من تو چا بودم، هرچی بود خوردم، اینم امام زمان امضا کرد داد دست من. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. روزای جمعه معمولا روزی است که شما قرار از من کتاب و اجزا بخرید یا به برنامه کمک کنید یا حتی اینا، ولی دو تا مسئله پیش اومده که من قبل از کتاب فروشی و اینا باید به این دو تا مسئله رسیدگی بکنم، بعد بیام خدمت شما هر کاری داریم بکنیم. بانویی به نام رویا از جنوب کالیفرنیا، از مرکز ثقل اسلامیون اورانج کانتی به من تلفن کردند و خیلی هم خوب صحبت کردن، پیام گذاشتن که آقای فاضلی شما یک کمی برو مطالعه بکن، نگو که راجع به مادر امیرالمؤمنین کسی خبر نداره، مادر امیرالمؤمنین رفت در خانه کعبه و خانه کعبه واز شد و بعد اسمش فاطمه بنت اسد بود، رفت اون تو، بچه رو زایید و بعد اومد بیرون، بچه بیمارستان خانه کعبه به دنیا اومد. خب خیلی ها این باور رو دارند. راست میگه این خانم، من معلومات اینجوری ندارم، من چیزای محال رو باور نمی کنم. حالا میرم به سراغ کتاب. شما میدونید من خودم هیچ وقت حرف نمیزنم، میرم سراغ کتاب. روایات مختلفی که علی ابن ابی طالب در بتکده، چون اون زمان بتکده بود خانه کعبه، آخونده چیزایی که بعدها درست کردن نگفتن. اون زمانی که علی به دنیا آمد اونجا بتکده بود، 360 بت توش بود. ما هم که دنبال یاد گرفتن نیستیم که. هر کسی که به دنیا میاد معروف میشه، بعد براش قصه درست میکنن. یکی از این کسا علی ابن ابی طالبه. مشهور آن است که آن حضرت روز 13 ماه رجب بعد از 30 از عام الفیل، تاریخ غلطه، در میان کعبه کعبه مطهر متولد شده است. این حرف مزخرفه، برای اینکه مکه بتخانه بود، اون وقت خانه کعبه بتخانه بود، 360 بت توش بود. در کیفیت ولادت آن جناب روایات بسیار است، آنچه بر سندهای بسیار آورده شده آن است که روزی عباس ابن عبدالمطلب با یزید ابن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از بنی العزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. یعنی همه اهل مکه اومده بودند اونجا جلو در مکه نشسته بودند که ببینن فاطمه چجوری از این پشت میره تو. ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد و به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 9 ماه آبستن بود. خانه کعبه مسجد نبوده، دروغه، همش دروغه، همش دروغه. خانه کعبه بتکده بوده، نه مسجد. ولی تو چون فکر میکنی اینا رو به تو روی منبر میگن و تو هم ببخشید میگی با. او را درد زاییدن گرفته بود، درد زاییدن گرفته بود، اومد دم بتکده. اینو
آخوندها دارن درست میکنن و میگن مسئله تاریخی نیست. پس بر در خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. اون وقت خدای آسمانی هنوز اختراع نشده بود. خواستار یاری درد زایمان شد. از کی؟ چون فاطمه دعایش پایان پذیرفت. ببینید کدوم دعا، راجع به چی حرف میزنه؟ قرآن میخونده 13 سال بعدش محمد تازه اولین چیز رو بهش رسید، گفتش که توی غار بودم جبرئیل اومد، یا یه کسی اومد، یه فرشته اومد، اسمش هم بلد نبود اول، اسمش رو بعدا درست کرد. دیوار عقب خانه شکافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید. این کسی تعریف نمی‌کنه، آن مشهور آن است. پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. کدوم خدا؟ خدا اختراع نشده بود اون روز. و ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، چندان که سعی کردیم در گشوده نشد و دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده. این خدا 13 سال بعد اختراع شد، اون وقت اختراع نشده بود. فاطمه 3 روز در اندرون کعبه ماند. روز 4 پس همان موضع از دیوار کعبه، یعنی اینا 3 روز در رو نتونستن واکنن، شکافته شد. دیگر باره فاطمه بیرون آمد، فرزند خود اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام را در دست خیش داشت. این یه روایت. 2 علی 4 فرزند ابو طالب کسی بود که در خود کعبه به دنیا آمد. نمیگه بتکده کعبه، میگه خود کعبه. و این پیش آمد برای هیچ کس رو ننمود. داستان ولادتش مانند همه بزرگان و نوابق عالم پر از اسرار و افسانه و رمز هاست. روز 13 رجب مطابق 601 مسیحی، حالا اینجا چیزم داشتن، اینا حساب و کتاب میکردن، رجب مسیحی، باش هر چی میگین میگین، فاطمه دختر اسد در طلیعه صبح بهاری به کعبه آمد. صبح خیلی زود بهار بود اونجا، با این یه خود فرق داره. اونا نشسته بودن داشتن کاراشونو میکردن، فاطمه اومد، اینجا صبح بهاری اومد. گروهی از بنی هاشم در کعبه به عبادت همیشه نشسته بودند، یعنی گروهی از بت‌پرستا توی خانه کعبه اونجا نشسته بودند. این بانو آبستن 9 ماهه بود. او همیشه چنین ساعتی به کعبه می آمد که راز و نیاز خود را با خدای خود، تو پرانتز خدای ابراهیم، تو بتخونه رفته. اصلا ابراهیم نمیدونست کی هست. ابراهیم بعدها یا باید یهودی بود ابراهیم رو میشناخت، یا مسیحی بود، یا اینکه بعدها وقتی قرآن اختراع شد از روی اون ابراهیم رو میشناخت. همین که آن بانو قدم به صحنه کعبه نهاد، گروه بنی هاشم را شناختند، دانستند که او فاطمه همسر ابو طالب است. دیدند که او در برابر خانه کعبه ایستاده. اینجا داشتن توی کعبه زیارت میکردن، اینا دیدن بعد بیرون وایساده. نظر به آسمان کرده شنیدند که گفت پروردگارا من به تو ایمان دارم. پروردگارا کیه؟ خدا ابو طالب تا وقتی که مرد به برادرزادش گفت این حرفا که تو میزنی من باور نمی کنم. به هر پیامبری که فرستاده باشی و کتابی که با او نازل کرده باشی ایمان دارم. من به گفته های جدم ابراهیم، حالا فامیل ابراهیم هم شد، که خانه کعبه را بنا کرد و صحف تو را برای آدمیان فرود آورد ایمان دارم. اینا رو قبل از محمد فاطمه بنت اسد میدونسته. خانم رویا خوب گوش بده، با
گوشت قضاوت نکن، با مغزت قضاوت بکن. من تو را به حق این خانه و به حق این فرزندی که باردارانم و با من سخن میگوید و عظمت و جلال آینده او را هم اکنون احساس میکنم، قسم میدهم که ولادت او را بر من آسان کن. یعنی قبل از اینکه محمد پیغمبر بشه، فاطمه بنت اسد پیغمبر بود. چنان شد که افسانه یا معجزه ظهور کرد، دیوار خانه عقب رفت، دیوار شکافته شد، فاطمه از آن شکاف وارد خانه کعبه گردید. پس از مدتی از درون کعبه به در آمد، فرزند خود علی را در دست داشت. سه، من روایت ها رو دارم از روی کتاب علی نماد شیعه‌گری براتون میخونم. با هر کی هم دلش بخواد باور کنی این حرفا رو، هیچ گرفتاری من باش ندارم. میتونه بدتر از ایناش هم باور کنه، بازم به خودش مربوطه، به من مربوط نیست. دختر اسد فاطمه را میدیدی که برای تبرک سوی خانه خدا میشه تابد. اونجا بتخونه بود، آخونده پفیوز دروغگو. اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. بعد از اونم بتخانه ماند تا حدود 23 سال دیگه. محمد وقتی که بتخانه رو از بین برد، بالای 60 سالش بود. اون وقت علی 33 ساله بود. اینجایی که هی میگن خانه خدا، اینجا بتخانه بود. زیرا مزایای اخلاقی و روحی خاندان بزرگش در وی جمع و قلبش مانند آن پاک بود، همشون بت پرست بودن. پس از آن می دیدی به سوی کعبه روی آورد و بارها اطراف آن طواف کرد. در هنگام طواف گاهی پرده را مس می کند، گاهی می بوسد، چیزی نمی گذارد که می نگری چیزی نمی گذرد که مینگری پاهایش سوس شده. نزدیک است از پای در آید، در ابتدا اهمیت نمی دهد، می کوشد خود را سرپا نگه دارد. برخلاف این تحمل و چابکی نزدیک است از پا در آید، ناچار دست به پرده می رساند و از آن کمک می جوید از پرده. در این وقت دردی احساس می کند که حساب آن از خاطرش رفته بود. با زحمت خود را نگاه می دارد، مانند کسی که روی تپه شن سستی ایستاده، پاهایش قرار نمی گیرد. از بیچارگی و حیرت به هر سو چشم می گرداند. ببینید، فکر کنید من سر منبرم دارم اینا رو می گم، تا شاید در اطراف شوهرش ابو طالب را پیدا کند و کمک از او جوید. او هم دیده نمی شود، چون پیشبینی این پیش آمد هم از حساب او بیرون بوده. پس از این اگر وی را جستجو کنی او را نمی یابی، چون نگران شد مبادا چشم مردمی که در رباخ ها و گوشه ها و کنار بیت هستند او را بنگرند. ناگهان خود را به گوشه ای کشید و آهسته در میان پرده های کعبه از چشم ها پنهان شد. تا اینجا مشاهدات چشم بود. اینک در مکانی هستی که صدای او را می شنوی ولی در چشم انداز تو نیست، چون از پرده مقدس حجاب گرفته فقط آثار حرکت و همهمه‌ای میشنوی و ناله هایی میرسد که خودداری و بردباری آن را محدود میسازد و گوش به درستی نمیتواند درکش کند. ناله ها سخت‌تر میشود، گویا از عمق دره ایست و گوش با دقت درک میکند. سپس صدای رقیق و بریده گریه‌ای با این ناله به هم آمیخته می شود. آهنگش نازک، تنین انداز، بدون شدت و ممتاز است، مانند نغمه مرغی که اکنون چشمش تازه بر شعاع فجر صادق یا اوان آن باز شده. در این موقع تعجب و هراس تو را در جای خود متحیر می سازد. طولی نمی کشد دوباره فاطمه آشکار می گردد، ناتوان و رنج فریده، با اندام سست و لرزان، تازه مولودی روی دست در آغوش گرفته که در میان پرده کعبه محکم پیچیده و می رود. این قصه سومی.
میخوام یه مقداری چشم و گوش شما رویا خانم رو باز کنم. من وقتی گفتم که سرصدای از مادر علی ابن ابی طالب نیست، از هیچ زنی نیست. این قصه ها قصه های آخونده. اگر نمیخوای بفهمی اسلام با زن چه کرده، برو سفرتو بنداز. چی کار اصلا چرا میشینی من نگاه میکنی؟ باور کن مکدر میشم برای اینکه میبینم شما اسلامیون میشینین و زجر میکشین. اونایی که به راه راست میان میان، ولی بعضیاتون زجر میکشین. چرا؟ من راضی نیستم، باور کنید راضی نیستم. و اینا که دارم میخونم تو به شک میفتی. نه، تو ایمانت خیلی قرصه، به شک نمیفتی. چهارم، قصه بعدی رو گوش کنید. آن روز جمعه بود، 13 روز بود که از ماه رجب الاسنم میگذشت. 30 سال بود که از حمله ابرهه به مکه میگذشت. ازدحام عجیبی در پیرامون خانه کعبه موج میزد. در این ازدحام زن حامله‌ای که تقریبا پا به ماه وضع گذاشته بود دیده میشد که دست به جامعه خانه کعبه زده، آهسته با خدای خود مناجات میکند. کم کم سایه های شب از ارتفاعات کوه ابو قبیس به دامنه های آن میخزید. ذره آفتاب آغشته به خون شفق بر دشت های شرقی مکه حریر ارغوانی میکشید. اونجا صبح صادق بود، حالا شب میشه. مردم ناگهان فریادی کشیدند و خاموش شدند. سراسیمه به طرف در جنوبی کعبه دویدند. چه خبر شده بود؟ هیچ کس نمیتوانست آنچه را دیده تعریف کند و نگوید. همین چند لحظه پیش بود که دیوار کعبه شکافته شد و این زن حامله که داشت مناجات میکرد به داخل خانه کعبه رفت و آن وقت شکاف دیوار به هم آمد. همه او را دیدند. آیا او را می شناسید؟ البته او را می شناسیم. او فاطمه بنت اسد بود. از شکاف رفت او. در خانه بسته است، قفل شده، کلیدش در دست بنی عبدالدار است. چنین سخنی باور شدنی نیست. این گفته اینه. جمعی به خانه ابو طالب رفتند، از همسرش سراغ گرفتند. اینجا و آنجا در هر خانه‌ای که سراغی از او داشتند به سراغش رفتند. او را هیچ کجا نیافتند. دیگر مسلم شده بود که این حکایت با حقیقت مقرون است. اقدام کردند در خانه را بکشایند. میگویند بنی عبدالدار هر چه سعی کرد قفل خانه را باز کند نشد. باور کن خانم، همه اینا رو باور کن. با خودت و با بچه هات گرفتاری داری. دیوار واز شد، یارو رفت تو، در خونه قفل شد. اینجا بتکده بود. تا 33 سال بعد از این تاریخ بتکده بود. 360 تا بت توش بود. رفت علی رو لای بت ها زایید. ولی تو فکر نمی کنی، تاریخ رو هم نمیدونی. هرچی آخوند بهت گفته همونو تکرار میکنی. از من میخوای که برم بخونم ببینم فاطمه بنت اسد کی بوده، چجوری دیوار شکافت؟ درود بر شما. بیش و کم 1 ساعت طول کشید. هنوز ظلمت شب بر در و دشت حجاز دامن نکشیده بود. هنوز درست حسابی شب نشده بود. باز همان دیوار همان جا که ابتدا شکافت شده بود باز شد و فاطمه از خانه کعبه به در آمد، اما با این امتیاز که نوزادی هم در آغوش داشت. صبح بود، شب بود، نصف روز بود. حالا بعدیشو گوش بدین. محمد درباره زایش علی چنین گوید، روایت محمدی: جبریل امین در حین تولد حضرت علی به امر رب العالمین نازل شد. 13 سال به اختراع الله مونده بود و جبریل رو
محمد خودش 13 سال بعد وقتی دید نشناخت، گفت یه فرشته بود. به خدیجه گفت یه فرشته بود، نگفت جبرئیل بود. عرض کرد یا حبیب الله به نمیدونم، یا به محمد گفته یا به علی گفته، حق تعالی تو را سلام میرساند و میفرماید الحال ظهور نبوت تو را وقت شده که ناصر و معین و برادر و وزیر تو به دنیا آمده و بعد از این اثر وضع عمل در فاطمه بنت اسد ظاهر شد و چون علی متولد شد باز جبرئیل نازل شد و عرض کرد که علی را فرا گیر و چون دست به طرف پرده‌ای که فاطمه از پس آن بود دراز کرد علی به روی دست من آمد و دست راست بر گوش نهاد و به وحدانیت خدا و رسالت من اقرار کرد. اینا را از قول محمد دارم میگن، دیگه تو خونه کعبه نبود. و صحفی که حق تعالی به حضرت آدم و شیس فرستاده بود را تلاوت نمود. بعد از آن تورات موسی و انجیل و عیسی را به خوبی تلاوت نمود که اگر آنها میشنیدند که البته اقرار و اعتراف میکردن، اونجا نبودن دیگه، ما هم که نبودیم. علی بهتر از آنها میخواند. بعد از تلاوت مذکوره شروع به تلاوت قرآن نمود به نوعی که الحال تلاوت میکنم آن را به من خواند که هنوز یک آیه آن بر من نازل نشده بود. اینا را همه رو این بچه تازه به دنیا آمده حفظ بود. پس میان من و اون مکالمه که در میان انبیا و اوصیا می باشد به وقوع پیوست. بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ندیده و هیچ گوشی نشنیده بود به حال طفولیت رجوع نمود. آها، اومد این ور گنده شد، بعد برگشت گفت بنگ 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 مثل بچه ها و در کنار مادر قرار گرفت. شش پنج تا روایت وسط خوندم، واسه تو نیست، واسه همه عاشقان علیه دارم میخونم اینا. اون علی که عکس وارن بیتی و نمیدونم آلن دلون رو میارن ریش میذارن نشون شما ها میدن. به وارون همه گفتارهای یاد شده ابو طالب پدر علی درباره زایش فرزند خود چنین گفت. اینا رو پدرش گفته. حالا چون سلسی از شب بگذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر گردید و رنگش تغییر یافت. من کلمات نجات بر او خواندم و گفتم اگر میخواهی جمعی زنان را حاضر گردانم. لحظاتی بعد علی متولد شد. من بیتابانه نزد او رفتم، دیدم به سجده رفته. هم تا متولد شد رفت سجده کرد، به کدوم طرف معلوم نیست، و با فصاحت بیان گفت اشهد ان لا اله الا الله. این اشهد ان لا اله الا الله 13 سال بعد اختراع شد. وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انی ولی الله و وصی رسول الله. همه اینا رو گفت. اینا رو از قول ابو طالب میگن که تا آخر عمرش اسلام رو مسخره میکرد و هیچ وقت اسلام نیاورد. بیگمان ساعتهای گفته شده و زمان بودن فاطمه در درون خانه کعبه را از نگر میگذرانید و با گفتار ابو طالب برابر میکنید و درستی را در میابید. نه، ایمان داشته باش، همه اینا رو باور میکنید که در این باره نیازی به بازگو نمودن دروغ بزرگ ستایشگران نیست. آنچه بایسته یادآوری می باشد این است که در برابر بنمایه های دینی تاریخی کعبه یا مقام ابراهیم در زمان زایش علی بتکده و خوشگذران خانه‌ای بیش نبوده است که زنان قریش در کنار آن پرچم‌های سبز رنگ تیره خود را بر سردر خانه‌ها می‌افراشتند تا نمایانگر پذیرایی آنان از ستایشگران باشد. رفتن زنی باردار به چنین جایگاهی و زایش در آن چه اندازه مایه سربلندی می‌تواند باشد؟
علی نماد شیعه‌گری، ببخشید اگر وقتتون رو زیاد گرفتم، ولی این چیزهاییست که اون علی رو که شماها میشناسید با علی اصلی، من همیشه عکسشو اینجا، هیچ وقت این عکسو بر نمیدارم، نمیدونم الان پیدا کنم، وقتتون نمیگیرم. آها اینجاست. این مستندترین عکسیست که از علی وجود داره در موزه متروپولیتن لندن. هر کسی خواست بره اونجا ببینه، دروغ منو کشف کنه. امیدوارم خانم رویا هم یه مقداری از رویا بیاد بیرون، حقایق رو ببینه، زندگی رو ببینه، ببینه دنیا چه خبره. کتاب هایی رو که هر دفعه من به شما پیشنهاد میکنم، دوباره و دوباره و دوباره میگم، این فیلم ها رو چون روی میزم جا نبود همه رو گذاشتم پشت سرم. علت یه جواب دیگه ایم به یه آقایی دارم، یه آقایی بر من پیام گذاشته که آقای فاضلی، من 5 روز شما رو پیدا کردم، این ماجرای اول و آخر فیلم تو اینا رو نمیدونم چیه، بشین برام سرگذشت زندگی تو بگو، حالا یه چند وقت مهمون ما باشین. چشم. من تا حالا 15 دفعه گفتم. دوستان عزیزی که تازه به ما میپیوندید، یه خورده صبور باشید، یه خورده اگه دوست دارید برنامه رو بشینید گوش بدید، یه مقداری آشنا بشید با این برنامه. وقتی آشنا شدید، مثل دوستانی که از قدیم، من 28 سال این کار رو شروع کردم و 6 ساله از روی تلویزیون این کار رو دارم میکنم، قبلش روی ویدیو بود، یه مدتی هم یه جایی بودم که حق حرف زدن نداشتم. اینا همه گفته شده و همه میدونن. کتاب هایی که من تبلیغ میکنم برای شما، از شجاع‌الدین شفاست، از دکتر مسعود انصاری، از هوشنگ معین‌زاده است، از علی میرفطرس، از مهدی شمشیری، این کتابی هست راجع به آقای مصدق، از محمد مجزا، و تعداد زیادی کتاب از نویسندگان دیگر. امروز میریم 4-5 تا کتابم خودم تو هم، یعنی یک کتاب رو خودم تو هم گذاشتم، چند تا کتاب رو هم از کتاب‌های نادر پیدا کردم و چاپ کردم. این قرآن به زبان فارسی، هر کسی میگه کتاب پیدا نمیشه، هر کجای دنیا شما باشید این قرآن رو میتونید پیدا کنید. حتما اینو نباید بگیرید. شما اگر دسترسی دارید به جایی که میتونید این کتاب رو بگیرید، یا میتونید جایی باشید که به من بنویسید من براتون بفرستم بعد از گرفتن پولش، چون یا اینایی که تازه اومدن ممکنه فکر کنن مجانیه، من کسی به هم پول نمیده چیز مجانی بدم، شماها پول میدید که این برنامه سر پاش بمونه، چون این برنامه خرج داره، خرج ار داره و خرج خودش رو داره، چیز دیگه هم کسی از شما نمیخواد. من مزد نمیخوام، من مجانی کار میکنم. اونایی که از ایران میگن که ما چه کتابی بخونیم، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. کمکی که این به شما میکنه هیچ کتابی نمیکنه. همه کتاب ها در ایران هست، هم روی سایت ها هست، هم کتاب ها چاپ شده هست. آدرسش رو از من نخواهید، برید پیدا کنید. من حتی اگه آدرسی بدونم به شماها نمیگم، برای اینکه نمیدونم اون برای تلفن کیه، ولی باور کنید من آدرسی نمیدونم.
کتاب هایی هست که غیر از این نویسندگانی که من گفتم برای شما، کسانی تمام کتاب های احمد کسروی، تمام کتاب های صادق هدایت، ولی کتابی هست مثل این شرح حال و زندگانی محمد. همینجوری که این علی نماد شیعه‌گری ریزکاری های دیدید، فقط 6 تا روایت گفت به این 6 تا روایت برید مراجعه کنید، اگه خودتون نتونستید متوجه شید که دیگه من کاری نمیتونم بکنم. علی توی خانه کعبه درش شکافته شده، دیوارش وا شده، فاطمه بنت اسد رفته، بندم بی سوادم، مطالعه ندارم، همه اینا رو قبول دارم. عقل شما چه اندازه کمکت میکنه؟ چون من دارم سعی میکنم خرد شما رو تلنگر بزنم، این خرد خودش قضاوت بکنه نه من. من نباید به شما بگم چه کار بکنید چه کار نکنید، شما باید پیدا کنید که چه کار بکنید یا نکنید. این محمد شرح حال و زندگانی، کتابیه به نام تاریخ ارمنستان، کتاب های متفرقه رو دارم براتون میگم، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، تازیان و ریشه های کشتارگری، گاتها، سروده های زرتشت، تنها چیزی که مال خود زرتشته، مال کسی دیگه ای نیست، از خود زرتشته. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، کتاب های آقای شمشیری هستش در حدود 13 تا، 5 تا راجب مصدق، 2 تا راجب ناگفته ها درباره امام خمینی، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. کتاب هایی هست مظفرالدین شاه، ناصر و احمد شاه با سند های تاریخی که اینا کیا بودن، قتل میزدی از خرخان عطابک، کتابی هست این مال تاریخ معاصر هان که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقی در همین 150 سال گذشته افتاده. کتاب هایی هست، افسانه قدیر خم هستش از یکی از نویسندگان، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، مال سرگذشت زرتشتیانه. خاندان امام خمینی، امامش زردر خورده، مال آقای شمشیریه. خاندان نوبختی یکی از کتابهاییست که نایاب بود و من چاپ کردم برای آگاهی شما، اختراع و پیدایش امام زمان رو تو این پیدا میکنید. داستانها و قصص قرآن، قرآن قصه هاش و داستانهاش از روی تورات نقل شده. این کتاب به شما میگه که تورات چی گفته، قرآن چی گفته، کدوم از روی کدوم کپی کردند به کوشش رضا فاضلی. از آقای شجاع‌الدین شفا یک سری هفتایی کتابه که اگر بخواین تخفیف داره، 7 کتاب $300 به اضافه خرج پست با جلد محکم، اگر نه 10 تا کتاب هست از آقای شجاع‌الدین شفا، جنایت و مکافات فقط پیدا نمیشه، با جلدهایی که اینجوری هست، جلد نازک بهش میگن، جلد شمیزی. این کتاب در سال 2007 از آقای شفا چاپ شد، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. من کتاب های آقای شفا رو براتون میخونم، از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، دو تا کتابه که در یک کتاب جمع شده و شما یک کتاب میخرید هر دو توشه، از کلینی تا خمینی، لاتعالات و همین مزخرفاتی است که
دیوار واز شد، فاطمه بنت اسد رفت تو و بچه زایید و با بچه اومد بیرون و از این حرفا. اینها حدود 2 میلیونه. از این 2 میلیون اونایی که خیلی معتبره آقای شفا پیدا کرده برای شما آورده و شما میتونید ببینید. جنایت و مکافات اگر کسی بخواد اون پکیج هفتایی رو باید بخره. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب، این 2 جلد سرگذشت و سرنوشت امیرالمؤمنین هاست. جانشینان پیامبر رو بهشون گفتن امیرالمؤمنین. اولین کسی هم که این لقب رو گرفت عمر ابن خطاب بود. به ابوبکر کسی نگفت امیرالمؤمنین، ولی در مسجد نشسته بودن یه روزی به عمر یکی از عربا گفت یا امیرالمؤمنین، این موندش. تولدی دیگر، کتابی که هر ایرانی باید بخونه که تولد دوباره داشته باشه، 30 گفتار و افسانه آفرینش. آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا ندارم اینجا، قسمتی از هر کتاب رو برداشته اینا رو جمع کرده و یک کتاب کرده به نام فروغ‌هایی در تاریکی. شما این کتاب رو اگه بخونید خودتون انتخاب میکنید کدوم کتاب شفا رو میخواید، اون وقت همونو سفارش میدید. بعد از آقای شفا کتاب‌های آقای مهدی شمشیری رو براتون میخونم. زندگی نامه محمد مصدق، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرداسری ایران رضا شاه و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اسرار قتل میرعلی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که براتون گفتم. کتاب های هوشنگ معین‌زاده رو هر باره من براتون گفتم خیام. آقای هوشنگ معین‌زاده قصه می نویسه. این قصه نگاه فلسفی داره که آخرش شما نتیجه گیری می کنید. خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است؟ بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد. و ظهور، حکایت من و امام زمان. کتاب های آقای کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. از مسعود انصاری 11 کتاب دارم. آقای انصاری خیلی راحت، ببینید وقتی که پرده دریده شد، فرض کنید خود آقای انصاری به نام آقای روشنگر کتاب می نوشتن. من چند تا چیزم هست اینجا باید براتون بخونم، نمیدونم چجوری به همه این کارا برسم. به نام دکتر روشنگر، اولش به نام میم یاوری می نوشتن، ولی وقتی پرده دریده شد و مردم دیدن اسلام ناب محمدی چه چیزی هست، همه اومدن رو. الان آقای کسروی، آقای انصاری خودش برنامه تلویزیونی داره، منتها به ایران نمیرسه. امیدوارم یه روز یه برنامه‌ای باشه که همه این کسانی که راحت حرفشون میزنن، مثل خانم صفاری هست، آقای کسروی هست، کسان دیگه هستن، اینا صداشون آقای آبرامیان هست، صداشون به ایران برسه. البته یه چیزی من به شما بگم، اونا هیچ وقت نام منو نمیارن، هیچ اشکالی هم نداره. من هر چقدر تعداد اینا زیادتر بشه خوشحال ترم.
این تعداد باید در ایران زیاد بشه. باید این پرچم رو در ایران در هر شهری 10 نفر بلند کنه. اینی که اون وقت در نسل آینده و نسل‌های بعدی دیگه کسی نمیگه دیوار کعبه وا شد، زن حامله رفت توش و بدون اینکه الان که این زن حامله رفته اینجا، رفته لای 360 بت. فکر نمیکنه. ما برای رها شدن از دست آخوند خیلی گرفتاری دادیم و برای این کار باید از سرجان گذشت. از آقای دکتر مسعود انصاری، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه میکنه. باز شناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام که باور کنید به همه میگم، گرونش هم کردن تازگی ها، چون 600-700 صفحه است. خرج پستش امروز یک شو فرستادم به دیروز بود یک شو فرستادم به چیز به اتریش، $19 پول پستش شد فقط. شیعه‌گری و امام زمان، یک کتابی هست به نام الله اکبر. همه مسلمان ها میگن الله اکبر، نمیدونن چیه. این کتاب به شما میگه الله اکبر چیه. پول خون، کتابی است که یکی از ماموران موساد نوشته و این کتاب به شما میگه اون وقت که مردم توی ایران آخوندا داد میزدن مرگ بر اسرائیل، خودشون داشتن با اسرائیل معامله میکردند. اسلام و مسلمانی، کتابی است که ابن وراق نویسنده عرب نوشته و آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی رو یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته، آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67 و زن در دام ادیان ابراهیمی. از نویسندگان دیگر زیاد کتاب دارم از در همین ردیف. به سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، این دوتا میتونید برید صورت کتابا رو ببینید. در .com خیلی راحت صورت کتابا براتون میاد، خودتونم میتونید چاپ کنید. اینی که من الان دارم برای شما میخونم اونیست که از روی سایت چاپ کردم، یک صفحه خورده ایه. من اگر بخوام این چیزا رو بگم، از آقای علی میرفطرس دو تا مطلب در آورده بودم که اینا رو مجبورم بذارم برای روز دوشنبه، چون فکر نمی کنم امروز وقتم کفایت بده که من بتونم بقیه حرفا رو بزنم. این فراخوانی ها رو میخونم، در 3 نقطه هستش، امیدوارم بتونم پیداش کنم. انقدر این میز من شلوغه. یکی در واشنگتن روز 22 بهمن، یک شنبه 8 فوریه، 3 تا 5 بعد از ظهر مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. یکی در شهر برلین، 3 شنبه 10 فوریه، 12:00، روبروی سفارت اشغال شده ایران. از دوسلدورف هم شب قبلش 11:00 اتوبوس حرکت میکنه، اگر کسی از دوسلدورف بخواد بره. در لندن روز 1 تا 4 بعد از ظهر نیمروز 8 فوریه، 20 بهمن، فکر کنم یک شنبه باشه 8 فوریه، نوشتن جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هایت پارک، پرنسس گیت، کنزینگتون، لندن. این خبرها هست. فیلم های بسته‌ای اینجوری، دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا،
بهترین های فردین، بهترین های ملک مطیعی، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های ارحام صدر و وحدت، بهترین های صمد، فکر میکنم همه را از حفظ گفتم. و خاک ناسپاس، این خاک ناسپاس چند تا دیگه مونده تموم شه. من از اون آقا گفتم که اینا تموم میشه، گفت دیگه اینا رو ندارم و به صورت دیگه ای قراره که پنج تا پنج تا کنه و در دو جعبه به من بده، یه خورده گرونتر میشه. بعد اینا رو هنوز دارم، $50 به اضافه هزینه پست که به اون میدم. اون بعدیاش اگه بخوام بفروشم میخوام روش استفاده بکنم. رو اینا هیچی برای خودم بر نداشتم. از محمد رضا شاه پهلوی سه تا کتاب: پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. از رضا شاه بزرگ سفرنامه خوزستانه. از شاپور غلامرضا پهلوی خاطرات غلامرضا پهلویه. از شهبانو کتاب کهندیارا و از شاهزاده رضا پهلوی کتاب نسیم دگرگونی، یه چیزی شبیه اینه فکر کنم، نسیم دگرگونی. از آقای آبرامیان زرتوش چه میگوید؟ من چون وقتم تموم شده دارم همینجور تونتون پشت سر هم میگم. به سایت rezafazili.com مراجعه بکنید، اسم کتاب ها هست، هم میتونید بخرید، اگرم گرفتاری پیش بود به من زنگ بزنید من براتون حل میکنم. کتاب ها رو هم میتونید با کردیت کارت بر از من بخرید، هم میتونید چک بفرستید، هم کسانی که در اروپا هستن الان یه سیستمی درست کردم، اگه برید اون رو همه همیاری با پیپال میتونید بپردازید یا اینکه میتونید از طریق بانک حواله کنید. همه این کارا رو آماده کردم که آخر ماه دوباره مثل ماه گذشته. اولا راجع به ماه گذشته از همه تون سپاسگزارم. در اون 3-4 روز آخر ماه خیلی کمک رسید و بی نهایت از همه تون سپاسگزارم. یکی از دوستانمون از ژاپن یک خرید خوب کتاب کرد که $300-$200 برای برنامه مون توش و این کمک ها جوری شد که دیگه زیاد فشار به من نیمد و الا قرار بود که آخر برج گذشته بیشتر پول رو از جیبم بدم. به هر تقدیر این چیزا هستش. فروهره، این فروهری که گردن منه، اینا ارزونشه. هم نقره‌ایش هست، هم آب تلاش هست، هم دستبند فروهر هست که این رو خانم‌ها خیلی دارن استقبال میکنن. یه چیزیه که اگر شما دستتون کنین هیچ کسی دیگه نظیرش رو نداره. یه دستبند نقره است، 4 تا فروهر بهشه. اینا رو همه این کارو که دارم میکنم فقط در اینکه این کار را بیفته، این چراغ خاموش نشه، بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، بتونیم مردم رو روشن کنیم که دیوار بتکده خراب نمیشه و کسی اون تو نمیره و با بچه بیرون نمیاد. اگر کسی هنوز باور میکنه که اینا درسته، حق با شماست. ما حرفمون حرف خرده. برنامه های من دوشنبه تا پنجشنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر، تکرار 2 تا از برنامه ها به وقت لس آنجلس، باز 7 تا 8 بعد از ظهر. روز شنبه و یک شنبه، روز یک شنبه این برنامه دوباره پخش میشه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.